جلسه اول دوره مقدماتی فتوشاپ در خدمتتون هستیم. برای اینکه بتونیم با فتوشاپ به راحتی کار کنیم، ابتدا باید یه سری اصطلاحات و یه سری امکاناتی که وجود داره و تعریفایی که هستش تو زمینه فتوشاپ رو بدونیم که توی جلسه اول به بررسی این مفاهیم میپردازیم. مورد اول، انواع رنگ‌هایی که وجود داره توی فتوشاپ، یکی قالب رنگ RGB و یکی قالب رنگ سیمی وایکا که سیمی وایکا بیشتر برای چاپگرها استفاده میشه و کاربرد رنگ‌های RGB بیشتر برای صفحه نمایش مثل وب، موبایل و بقیه موارد هستش. رنگ‌های مبنای 16 یا هکس کالرها که از همون ترکیب سه رنگ رد، گرین و بلو تشکیل میشن، به صورت یک کد 6 رقمی توی وب بیشتر هستن که خب اون دو رقم اول دو تا عدد در مبنای 16 هستن که معلوم میکنه چه مقدار رنگ قرمز، چه مقدار رنگ سبز و چه مقدار رنگ آبی با هم دیگه قاطی بشن. که خب ابزارهای مختلفی وجود داره تا شما بتونین کد 6 رقمی رنگ‌های مختلف رو به دست بیارین. در مورد رنگ‌های سیمی وایکا هم باید بگیم که خب این رنگ‌ها بیشتر برای چاپگرا استفاده میشن. اگه تا حالا چاپگرا رو از نزدیک دیده باشین، از 4 تا جوهر که رنگ آبی و رنگ سرخابی، زرد و مشکی هستش تشکیل میشه. که خب هر کدوم از این قالب‌های رنگی با توجه به اون کاری که شما می‌خواید انجام بدین، اگه قراره چاپ بشه یا اگه قراره توی وب یا اون موبایل شما مورد استفاده قرار بگیره، باید قالب رنگی مورد نظر رو ازش استفاده کنید. برای سایز بندی فایل ها هم خب قوانین خاصی وجود داره. یه سری سایز فایل ها هستش که خب به صورت بین الملل تعیین میشه و بعضیا رو اون فردی که خب سفارش میده به شما معلوم میکنه که خب شما یا میتونین از اون قالب‌های سایزی آماده‌ای که توی فتوشاپ داره استفاده کنید، یا اینکه نه توی اینترنت سرچ کنید و سایز مورد نظرتون رو به دست بیارید. مورد دیگه که خیلی مهمه توی کارا، بحث رزولوشن یا تراکم پیکسل توی فتوشاپ هستش که خب مشخص میکنه که کیفیت شما میخواد چقدر بالاتر باشه. وقتی که شما کارهای ریستر مثل کارت ویزیت رو دارین انجام میدین، بهتره که از تراکم پیکسل یا رزولوشن بالاتری استفاده کنید که خب حجم کار شما هم قطعا بیشتر میشه اما کیفیتش هم بهتر میشه. ولی خب واسه کارهایی که میخواین توی وب، موبایل یا مواردی که صفحه نمایش لپتاپ هستش استفاده کنید، بهتر که از رزولوشن های پایین مثل 72 پیکسل بر اینچ استفاده کنید. توی بحث پرینت هم معمولا از 300 پیکسل بر اینچ استفاده میشه. شیوه کار فتوشاپ به صورت لایه لایه بودنه، یعنی هر شکلی که شما یا هر عکسی که داخل فتوشاپ میارین، یه لایه تبدیل به یه لایه میشه که لایه ها از آخر روی همدیگه قرار میگیرن و فایل شما رو به وجود میارن. به صورت نمونه، وقتی که شما یه پوستر طراحی میکنید، متناتون یه لایه هستن، لوگوها، عکس ها، هر کدوم یه لایه هستن که خب لایه که بالاتر قرار میگیره قطعا اولویت بیشتری داره و اون نمایش داده میشه. و اینکه توی لایه ها میتونیم ما حذفشون کنیم، یعنی که باشن ولی فقط انتخاب کنیم که نمایش داده نشن، و حالت های دیگه که میتونیم به اونا بدیم. یه بحث خیلی مهم دیگه که هستش توی طراحی دیجیتال، بحث تفاوت بین رسترها و وکتورها هستش. فتوشاپ که یک نرم افزار بر بنیان رستر هستش، تصاویر رو با پیکسل ها یا با نقاشی پیکسل ها رسم میکنه، اما نرم افزاری مثل ایلستریتور که وکتور بیس هستن، اشکال و تصاویر مختلف رو اگر ما بخوایم با خطوط و قوانین و فرمول های ریاضی رسم میکنن که خب هر کدوم مزیت‌هایی دارن و هر کدوم مشکلاتی دارن. مثلا وکتورها خب با توجه به اون فرمول های ریاضی که دارن، هر چقدر ما تغییر اندازه بدیم کیفیتشون از دست نمیدن، ولی خب پیکسل ها تا یه جایی کیفیت خودشون رو حفظ میکنن و بعد از اون به صورت مربع مربع در میاد تصاویر. همینطور باید بگیم که خب پیکسل ها راحت تر معمولاً، یا رسترها راحت تر ویرایش میشن، اما وکتورها باید توی یه سری قوانین خاصی مورد ویرایش قرار بگیرن. انواع رنگ‌آمیزی که توی فتوشاپ وجود داره، یکی گریدینت ها هستن که به صورت طیفی از رنگ ها هستن که حالا به صورت بی‌نهایت رنگ ما میتونیم انتخاب کنیم که طیف ها به چه صورت قرار بگیرن، به صورت خطی باشن، دایره‌ای باشن، حالت های دیگه یا موارد دیگه که یا میتونه از بی رنگ به رنگ خاص برن. و سالید کالر ها داریم که یک رنگ محض و فقط همون رنگ به اصطلاح داره تکرار میشه، و پترن ها رو داریم که یک الگویی هستن که در حال تکرار هستن و یک شکلی رو برای ما میسازن. میشه به پارچه لباس ها اشاره کرد که خب از یه الگوی خاص مثلا پیروی میکنن. انواع فایل های تصویری رو داریم که GPG بیشتر برای چاپ مورد کاربرد قرار میگیره،
نمیشه که پس زمینه نداشته باشه این تصاویر، حتی اگه شما بدون پس زمینه اونا رو سیو کنید یک پس زمینه سفید برای اونا قرار میگیره، چون فایل ها قرار چاپ بشن معمولا. و فایل های پی ان جی رو داریم که خب بیشتر توی وب و موبایل مورد کاربر قرار میگیرن، میتونن پس زمینه داشته باشن، میتونن نداشته باشن، و معمولا از این نوع فرمت فایل بیشتر قالب RGB استفاده میشه که خب به مختص خودش که قرار همونطور از اسمش هم گفته میشه برای نتورک یا شبکه استفاده بشه، که خب معمولا حجم اونو ما سعی میکنیم حجم کمتری بگیریم تا تو اینترنت راحت‌تر مورد استفاده قرار بگیره. خب حالا این موارد رو به صورت عملی داخل فتوشاپ بررسی میکنیم. توی محیط فتوشاپ نوار بالایی که وجود داره از منوی فایل اگه نیو رو انتخاب کنیم که دکمه ترکیبی کنترل و میتونیم یه فایل جدید توی فتوشاپ باز کنیم. اینجا یه سری قالب‌های آماده از قبل و یه سری سایت‌ها بهمون نمایش داده میشه که خب فوتو معمولاً قالب‌های اندازه تصاویریه که وجود داره. پرینت کاغذ‌ها و خب سایزهای استاندارد کاغذی که وجود داره مثل A4, A5 و بقیه موارد. آرت و ایلستریشن برای طراحی معمولاً استفاده میشه. بخش وب هم که خب بیشتر برای کسی که طراحی سایت انجام میدن. موبایل هم برای کسی که طراحی اپلیکیشن های موبایل رو به عهده دارن. و فیلم هم ویدیو واسه کسی که خب میخوان یه فیلمی رو ویرایش کنن یا یه صحنه رو به اون اضافه کنن، خب از این قسمت، از این سایزهایی که اینجا وجود داره استفاده میکنن. یا اینکه سیو، میتونید شما یه سایزی رو اینجا وارد کنید و سیو کنید که همیشه اینجا باشه. و بخش ریسنت وجود داره که آخرین سایزهایی که شما استفاده کردین و اون تنظیماتش اینجا برای شما نمایش داده میشه. برای اینکه تفاوت رنگ RGB و سیمی وایکار متوجه بشین، من یه فایل با اندازه 1000x1000 پیکسل ایجاد میکنم. رزولوشنش رو 300 پیکسل بر اینچ میذارم و کالر مودم هم سیمی وایکار انتخاب میکنم. رزولوشن رو که با هم دیگه بررسی کردیم و همطور اندازه اورینشن هم که خب برای عمودی افقی بودن فایل، کالر مود یا همون قالب رنگ هم که گفتیم، بک‌گراند کانتنت هم که خب رنگ بک‌گراندمون رو با اون انتخاب میکنیم، هرچی که کالر مودمون بیت بالاتری داشته باشه رنگ های بیشتری رو ساپورت میکنه. خب من اندازه هم وارد کردم، فایل هم کرییت میکنم. یه فایل اولیه برام ایجاد شد، از این بالا میگیرمش میارم اینجا و خب همین بالا کلیک راست میکنم، داپلیکیت رو میزنم تا یه فایل دقیقا مثل همین ایجاد بشه با همون مشخصاتی که وجود. از منوی ویندو ارنج رو انتخاب میکنم تا این دوتا صفحه رو کنار هم قرار بدم. همونطور که میبینید قالب رنگش بالای اسم هر کدوم نوشته میشه، هر دوتا سیمی وایکای 16 بیتن. من این مورد رو از منوی ایمیج، چون الان فایل ایجاد شده و خب اینم سیمی وایکای، حالا میخوام قالب رنگش رو تغییر بدم، از منوی ایمیج به قسمت مود میرم و RGB کالر رو انتخاب میکنم. اینجا اسمش تغییر پیدا کرد، شد RGB. خب حالا اینجا روی پلت رنگم کلیک میکنم. خب هکس کالری که اینجا هستش کد رنگ و RGB و سیمی وایکا که این قسمت عددی بین 0 تا 255 256 یا 255 رو میگیره و قسمت سیمی وایکا 0 تا 100 رو میگیره. من میخوام مثلا سبز رو ببینم چه تفاوتی داره توی این دوتا قالب رنگ. 255 رو وارد میکنم که بیشترین مقدار دیگه سبزشه، 256 رو قبول نمیکنه، بیشترین مقدار 255 و اوکی میکنم این رنگو. حالا سطل رنگمو انتخاب میکنم و روی صفحه کلیک میکنم. خب این رنگ سبز سیمی وایکاه. همینطور میام توی این صفحه سبزمو کلیک میکنم با اون سطل رنگم. خب تفاوتش خیلی آشکاره. اگه به کمک ایردراپر که خب رنگا رو برام تشخیص میدم یه نگاه خیلی ساده به این قضیه بندازیم، میبینید که اینجا خب این سبزه RGB شکمی فرق کرد، اون 255 باقی نمون، فقط سیمی وایکا ترکیبی از آبی و سبز، آبی و زرد شد و یه کد مخصوص خودشو داره. حالا اگه این قسمت رو انتخاب کنم میبینید کد تقریبا فرق کرد. خب این تفاوتیه که بین RGB و سیمی وایکا وجود داره که خب از سیمی وایکا گفتیم برای چاپگرا استفاده میکنیم، از RGB هم برای صفحه نمایش. خب در مورد وکتورها و پیکسل ها گفتیم. به صورت نمونه اگه دقت کنیم، مثلا ما یه ابزاری داریم به اسم شیپ تول، خب که وقتی که خب مثلا ببینید من یه مستطیل اینجا رسم میکنم، یه رنگ دیگه بهش میدم، خب این مستطیل رو چ
چون یه جور وکتور حساب میشه، میبینید که خیلی کیفیت خوبی داره و هرچی من زوم میکنم پیکسلاش معلومه یک خط صافه. اما من یه عکس رو حالا میخوام تست کنم ببینم که عکس چه تفاوتی داره. برای همین یه عکس انتخاب میکنم، مثلا این مورد، و خب یه مقدار حالا تاییدش میکنم. روی این که زوم میکنم یه کمی میبینید این پیکسلا دیگه یک خط نیستش، از یه طیف حالت رنگی تشکیل شده که خب این مثلا یه نمونه از رسترها هستن که اینجا میبینیم، ولی اینجا یه نمونه از وکتورها یا به اصطلاح همون شیپی که ما استفاده کردیم هستش، که خب گفتیم مثلا این رسترها به راحتی قابل ویرایش هستن. وقتی که ما اونا رو تبدیل به لایه میکنیم به راحتی قابل ویرایش هستن، ولی شکلها دیگه به این راحتی قابل ویرایش نیستن. میبینید دیگه به صورت مستقیم ما نمیتونیم یه شیپ رو تغییر بدیم. میتونید این شیپ رو تبدیل به یه لایه کنید، بعد از اینکه تبدیل به لایه شده یا به اصطلاح همون پیکسل شد، حالا شما میتونید یه سری ویرایش ها روش انجام بدین، میتونید رنگ آمیزیش کنید و کارهای دیگه روش انجام بدین. پس این تفاوتی که توی بحث وکتورها و رسترها وجود داره که خیلی باید خب دقت کنیم که اگه ما بخوایم مثلا بنرهای سطح شهری درست کنیم که خب خیلی سایزهای بزرگی دارن، حتما باید از فایلهای با کیفیت و وکتورها استفاده کنیم. مورد دیگه ای که باید دقت کنیم از رزولوشن کار هستش، که خب گفتیم مثلا اینجا وقتی که ما توی این فایل نیومون اومدیم همینجا انتخاب کردیم که رزولوشنمون میخواد چند باشه، 300 باشه مثلا فایل چاپ بود، یا مثلا 72 باشه برای فایل‌های وب که میخوایم حجمشون کم باشه. این اطلاعات اولیه که خب ما هر کسی باید در مورد فتوشاپ و شیوه کارمون بدونه. توی جلسات بعدی سعی میکنیم یک کارت ویزیت رو طراحی کنیم و با ابزارهای بیشتری از فتوشاپ آشنا بشیم.